محاربه و افساد فلعرز عنوان مجرمانه فقهی حقوقی است که این روزها و در پی صدور احکام اعدام بر این اساس موضوع داغ بحث و گفتگو در محافل حقوقی و فقهی ایران شده است. حامیان حکومت به بهانه استقرار نظم و سرکوب اعتراضات از این احکام دفاع می کنند و در مقابل مخالفان این احکام هم به میدان آمده و نظراتشان را تبیین می کنند. گزارش سعید بهاری را با هم ببینیم. در پی صدور احکام اعدام برای برخی از معترضان حوادث اخیر در ایران زیل عنوان فقهی حقوقی محاربه و افساد فلعرز چهره هایی از فقها ها و حقوقدانان ایرانی در تطبیق و اثبات انتصاب محاربه و محارب بین افراد تشکیک و احکام صادر را فاقد وجاهت قانونی و شرعی دانستند در میان حقوقدانان دکتر محسن برهانی استاد حقوق دانشگاه تهران که در شبکه های مجازی هم فعال است از جمله شاخص ترین مخالفان احکام اعدام بر مبنای مهاربه است این استاد حقوق دانشگاه تهران در کنار نوشته هایش در شبکه های مجازی به ویژه توییتر ضمن مناظره ای با جلیل محبی دبیر سابق ستاد حکومتی امر به معروف و نهی از منکر هشت ایراد شامل عناصر مادی و روانی به این احکام وارد کرد جلیل محبی که به عنوان مدافع احکام اعدام به عنوان محاربه در این مناظره شرکت کرده بود متقابلا با استناد به ماده 279 قانون مجازات اسلامی محاربه را عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها دانست به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد از روحانیون و فقهای حوزه علمیه قوم هم برخی سراحتا با احکام اعدام بر مبنای محاربه به ویژه در خصوص محسن شکاری مخالفت کردند که از جمله ایشان میتوان به آیت الله سید محمد علی عیازی اشاره کرد این عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قوم گفت این گونه نیست که اگر کسی حق اعتراض به وضعیت موجود را دارد معموران مانع از اعتراض او شوند و وقتی او میخواهد از حق خود دفاع کند اسمش را محاربه بگذاریم. آیت الله مرتضا مقتدایی رئیس پیشین دیوان عالی کشور ایران نیز به صف مخالفان احکام اعدام بر پایه محاربه پیوست و گفت در مواردی که یک نفر با یک گروه درگیر نمی شوند و فقط با یک نفر درگیر می شود به آن فرد محارب نمی گویند. آیت الله سید اسخر نازمزاده قومی هم از دیگر مخالفان احکام اعدام بر پایه استناد به محاربه بود و با نگارش نامهی خطاب به رئیس قوه قضایی ایران با استناد به آیات قرآن و روایات تطبیق این حکم با عنوان فقهی محاربه را مردود دانست. آیت الله محمد رزا رحمت نیز از دیگر روحانیونی بود که در مصاحبه با شفقنا با احکام مذکور مخالفت کرد و گفت حکم جرمهایی مانند ترساندن مردم بستن خیابان و زخمی کردن شخص مقابل اعدام نیست بلکه نفی بلد است رهبر پیشین ایران آیت الله خمینی در تحریر مهارب محارب را اینگونه معرفی میکند محارب کسی است که سلاح خود را آخته و آماده سازد و به ترساندن مردم و سلب امنیت و ایجاد فساد در جامعه اقدام نماید خواه در صحرا باشد یا در دریا یا در شهرها باشد یا در جاده ها شب باشد یا روز زن باشد یا مرد در همه حالات محارب نامیده میشد و احکام محارب با خدا در مورد او اجرا می گردد. از این رو و طبق قانون مجازات کشور ایران بر هم زدن امنیت از طریق سرقت مسلحانه و قطع و طریق یکی از مصادیق محاربه می باشد و قوه قضایه ایران تا کنون برای یازده تن از معترضان اعتراضات اخیر در این کشور حکم اعدام صادر کرده است. باید گفت این اولین باری نیست که در نظام ولایت فقیه احکام اعدام بر پایه محاربه صادر می شود و در طول 43 سالی که از استقرار این نظام می گذرد بسیاری از مخالفان زیل این عنوان به ویژه در دهه 60 به جوخه های اعدام سپرده شدند و پس از آن هم گفته شد که بروید خدا را شکر کنید که زنده هستید ما اگر می خواستیم فتوای امام را به طور کامل اجرا کنیم باید نصف مردم ایران را دستگیر و اعدام می کردیم. اعدام ها در ایران اما همچنان ادامه پیدا کرد و شخصیت ها و چهره های شناخته شده مختلفی که حتی علمای دین هم جز و آنها بودند به این لیست بلند و بالا اضافه شدند. اما تا کنون هرگز به این اندازه فقها ها و حقوقدانان ایرانی به ابراز مخالفت با این احکام نپرداخته بودند. سعید بهاری اخبارشیه